ذات هستی، اجرا از پری عسکری و دکتر الله‌یار کنگرلو، برنامه از تلویزیون الوند. درود بر بینندگان نازنین و ارجمند الوند تیوی، آرزو می کنم تندرست و شاد و توانا باشید. پری عسکری هستم. امروز 16 می 2019 برابر است با 27 اردیبهشت 1398 در ایران. در خدمت دانشمند برجسته کشورمان پروفسور الله‌یار کنگرلو هستیم با اجرای یکی دیگر از شماره های برنامه های ذات هستی. عنوان این شماره از برنامه ذات هستی آینده انسان و جهان است. در برنامه‌های گذشته پیدایش جهان هستی را تا پیدایش جامعه جهانی و انسان نوین پی گرفتیم. در این برنامه می‌خواهیم جهت پیدایش جامعه جهانی و انسان نوین را به 100 سال آینده با تمرکز بر روی دانش‌های نوین گسترش دهیم. به اتفاق شما عزیزان بیننده و نازنین این برنامه می‌رویم و سخنان استاد و دانشمند گرانقدر کشورمان را میشنویم. درود بر شما جناب کنگرلوی عزیز، بامداد روز آدینه شما در نیویورک خوش. خوشحالم که شما را در این برنامه میبینم و یک بار دیگر در کنار شما همراه این برنامه هستم. خوش آمدید. درود بر شما خانم عسکری عزیز، منم خیلی خوشحالم که یک آدینه دیگه با شما و بینندگان شما هستیم و درباره آینده صحبت خواهیم کرد. سپاس، خوش آمدید جناب کنگرلو. جناب کنگرلو، گفتید که درباره آینده می‌خوایم صحبت کنیم. اگر ممکنه در نخست شما مختصری از آینده برای ما صحبت کنید. آینده یعنی چی؟ بفرمایید. بله، در هفته‌های گذشته درباره چالش‌های روبروی جامعه جهانی صحبت کردیم و بر اساس اون تکنولوژی‌های ضروری رو که به اون چالش‌ها جواب میده رو برشمردیم که باید درست بشن اگه اون تکنولوژی‌ها وجود ندارن. امروز میتونیم به آینده نزدیک، یعنی 100 سال آینده بپردازیم و بیشتر روی جنبه‌های ویژه زندگی در آینده فکر بکنیم، برای اینکه واقعاً آینده رو خیلی سخت میشه پیش‌بینی کرد و ما فقط تنها راهی که بتونیم آینده رو حدس بزنیم این هست که از گذشته یک الگوهایی رو استخراج بکنیم و بعد اون الگوها رو استفاده بکنیم و آینده رو بر اساس همون الگوها بتونیم پیش‌بینی بکنیم. به نظر من گسترش مستمر دموکراسی در نیمه آخر قرن پیشین خیلی پیشرفت خوبی داشته و در ادامه که به مانع اسلام بنیادگرا برخورد کرد یه سری از مسائلی رو که در این چند دهه گذشته ما داریم میبینیم رو ایجاد کرده. در حال حاضر ما شاهد نبرد جهان متمدن و بنیادگرایی اسلامی در قالب سفارایی نظامی بین ایران و امریکا در خلیج فارس هستیم. این مانع بر اثر واقعا بر اثر عدم تلاش پیشگامان فکری دنیای اسلام اصلاحات ضروری در این مذهب رو به تعویق انداخته و در نتیجه گسترش دانش و تکنولوژی ارتباطات و نیاز مسلمان ها به تشریک مسائل در تعیین سرنوشتشون و تضاد بین دانش و خرافه رو ایجاد کرده که انرژی عظیمی از کشورهای مسلمان رو به میدان واقعا جامعه جهانی پرت کرده. به نظر من در آینده نزدیک یک تضادی به وسیله اصلاحات ساختاری و ژرف در مذهب اسلام رخ میده که به ایجاد کشورهای مدرن و پیشرفته در جهان اسلام خواهد انجامید. میشه واقعا تصور کرد که نه به خاطر اینکه من ایرانی هم این حرف رو میزنم، ولی واقعا ایران به دلایل تاریخی و به دلیل تضاد عمده‌ای که جمهوری اسلامی با غرب به ویژه امریکا ایجاد کرده، ایران میتونه نقش رهبری اصلاحات رو به عهده بگیره و به نظر من به عهده خواهد گرفت. اسلام بنیادگرا به نظر من به گسترش سریع دموکراسی در میون این 1.5 میلیارد مسلمانی که در 57 کشور دنیا زندگی میکنند خواهد انجامید که متصوره که این فهم در واقعا
این رو ما بتونیم واقعا آنچنان بفهمیمش این مسئله رو و این مهم رو در آینده در 100 سال آینده ما مشاهده بکنیم که به وقوع بپیونده. این امر اثر موجداری در زمینه تکنولوژی و محیط زیست خواهد داشت، واقعا اثر بسیار دراز مدت و ژرفی خواهد داشت به دلیل وجود منابع سرشار فسیلی و اکثریت محروم از جنبه های انسانی جهان مدرن. واقعا میشه به این مسئله پی برد که آخرین جبهه از جهان پیش نرفته و جهانی که مدرنیت به همین خاطر جاهایی که کمتر پیشرفت کردن پیشرفت در اون جهان اثرات ژرف‌تر و بازتاب‌های وسیع‌تری در دنیا داره. نکته دیگری که درباره جهان آینده میشه گفت پیشرفت‌های علم به ویژه در تکنولوژی زیست و علم اعصاب روانه که پژوهش‌های خود منم رو در بر میگیره. در این مورد در دو حیطه میشه به آینده نزدیک فکر کرد. یکی این که به نظر من زندگی مصنوعی، حیات مصنوعی یا زیست دیجیتال، دیجیتال بیولوژی، به این معنی که ساختن یک سلول که با یک برنامه کامپیوتری شروع میشه و با استفاده از چند ماده شیمیایی کروموزوم ها رو در یک مخمری یا ییستی سوار همدیگه میکنیم و سپس اونا رو در درون یک سلول باکتری تزریق میکنیم و اون باکتری رو تبدیل به یک گونه جدیدی از باکتری میکنیم. خب این واقعا این حیات، یعنی این و این قسمتی از حیات که در گذشته به طور طبیعی انجام میشد رو ما الان یاد گرفتیم در آزمایشگاه به طور مصنوعی انجام شدیم و در این راه تکنولوژی کامپیوتری و دیجیتال هم خیلی نقش حیاتی بازی میکنه و به همین خاطر به این قسمت از علم میگن دیجیتال بیولوژی یا سینتتیک بیولوژی، یا یعنی زیست شناسی مصنوعی. این اولین نمونه خودباساز مصنوعی که همین الان هم داره انجام میشه، واقعا چیزی نیست که واقعا من دارم آینده رو پیش بینی میکنم. در حال حاضر وسیله دانشمندان این چیز ساخته شده. یکی از همکارای من، یکی از دانشمندان به نام کریگ ونتر که یک دانشمند فیزیولوژی و داروسازیه، شرکتی رو به اسم جی کریگ ونتر اینستیتیوت یا جی سی وی آی تاسیس کرده که توی این شرکت در زمینه موفقیت‌های بسیار زیادی تا امروز به دست آوردن. کریگ و همکاراش صدها جینوم رو سیکونس یا توالی سازی کردن. اونا روی روش‌های ساخت مصنوعی دی ان ای کار میکنن و کار خیلی زیادی کردن و موفقیت‌ها و انتشارات خیلی زیادی دارن. اونا روش خوندن رمز چهار کلمه‌ای یا دی ان ای دیکودینگ رو، این چهار کلمه‌ای که توی دی ان ای وجود داره رو و تبدیل اون رو به دیجیتال اینفورمیشن، به اطلاعات کامپیوتری، به یک و صفر، این راه رو ابداع کردن، اختراع کردن. این کار رو این گروه اولین بار در سال 1995 با اولین جینوم شروع کردن. در اینجا پرسش های جالبی رو میشه مثلا مطرح کرد، مثلا آیا دی ان ای ما، دی ان ای انسان ها، دی ان ای تمام موجودات زنده، دی ان ای گیاهان، دی ان ای پرندگان، حیوانات، انسان، آیا همه اطلاعات ضروری رو در خودش داره؟ درسته که دی ان ای یک مولکول بسیار پرتوان و قابلیت خودبازسازی و خودکپی کردن، یعنی سلف رپلیکیشن داره، ولی این با وجود این قابلیت واقعا مبنای حیات. سوال مهم اینه که آیا این دی ان ای که فقط قابلیت سلف رپلیکیشن داره، آیا تمام اطلاعات لازم برای حیات درش هست؟ خب ما حالا میتونیم به این سوال بپردازیم در آزمایشگاه، یا اینکه میتوان میشه که تغییر ساختار دی ان ای رو ما الان دیگه میتونیم انجام بدیم و امراض و حتی پیری رو علاج بکنیم از طریق این تکنولوژی. کریگ ونتر یه ویروس با 5000 تا بیس پیر رو به طور مصنوعی با گروهش ساخته و اونا رو به یه ایکولای تزریق کردن، به سلول ایکولای تزریق کردن، به میکروارگانیسم ایکولای تزریق کردن و ایکولای هم به محض اینکه این 5000 تا بیس پیر رو دریافت میکنه پروتئینای لازم رو میسازه و ویروس رو بازتولید میکنه و اون ویروس جدید اون ویروس قدیمی، یعنی سلول مادر خودش رو میکشه و تبدیل به یه سلول جدید میشه. این موردی هست که میشه واقعا بهش گفت که در اینجا نرم افزار سخت افزار خودش رو میسازه. ما از طریق کامپیوتر یک ویروسی رو میسازیم، بعد اون ویروس در درون سلول تبدیل به یک موجود زنده جدید میشه.
این روش اجازه میده که ژنتیک کد رو ما بتونیم به طور مؤثر بنویسیم. این گروه دی ان ای رو به درون سلول میفرستن، همونطوری گفتم، و سلولی که دو گروه نسخه ژنتیک داره به محض اینکه دی ان ای جدید رو میخونه، دی ان ای قدیمی رو از بین میبره و یک سلول جدید تولید میکنه و این هیچ اثری دیگه از اون سلول قدیمی باقی نمیمونه. این کمپانی انستیتوت کریگونتر به اسم جی سی بی آی ماشینی ساخته به اسم بایولوژیکال تلپورتر که میتونه اطلاعات رو از طریق اینترنت یا وایرلس بی سیم به هر نقطه جهان بفرسته. یعنی منظورم از این حرفی که دارم میزنم، معنیش خلاصش اینه که اونا میتونن ویروس‌های جدید رو دیکود بکنن یا رمزخونی بکنن و اون رو به هر نقطه جهان برای بازتولید بفرستن. سال در حقیقت سال 2011 یک ویروس فلو آنفلوانزا به اسم H1N 2011 در چین شیوع پیدا کرد که این گروه از طریق کامپیوتر از همین روش اطلاعات در مورد اون ویروس دریافت کردن و واکسنش رو توی امریکا ساختن و از این روش حیات رو در حقیقت از طریق دیجیتال و از طریق کامپیوتری به هر جای جهان میشه فرستاد و اونا فرستادن این کارو. بنابراین توانایی تلپورت یا فرستادن یک انسان از طریق کامپیوتر در آینده به احتمال زیاد فراهم خواهد شد، برای اینکه ما قابلیت این قابلیت رو در یک سلول ساده تونستیم انجام بدیم. دیگه بقیهش کار واقعا پیچیده سازی و مهندسیه، ساینسش و دانشش انجام شده. در زمینه فیزیک هم ما به نظرها و آزمایش‌های زیادی فکر می‌کنم که دسترسی پیدا کنیم که اثر پیدایش جهان رو و رشد جهان رو بیشتر برای ما روشن میکنه. این کار فعلا در 100 سال گذشته انجام شده و در 100 سال آینده پیشرفت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. به نظر من در 100 سال آینده فیزیک بنیادی هیچ جای شبهه‌ای برای برای یک تصویر مدرن و یک روایت علمی از پیدایش جهان هستی دیگه باقی نمیذاره. تکنولوژی های جدید مانند آشکارسازهای نوسانات نوترونی امکان مطالعات جدیدی رو از ذرات کیهانی واقعا فراهم کردن و از همکاری بین اخترشناسان و فیزیک بنیادی و کیهان شناسی وجوه جدیدی از فرگشت و تکامل به نظر من در 100 سال آینده هویدا میشه. این یافته ها همراه با پروژه های بزرگ سازمان های فضایی از قبیل مثلا ناسا که سازمان فضایی آمریکاست، ESA که سازمان فضایی اروپاست، از طریق سازمان فضایی کشورهای دیگه مثل روسیه که سازمان فضاییش اسمش است راس کازموس، چین سازمان فضایی CNSA رو داره، هندوستان سازمان فضایی ISRO رو داره و همینطور کشورهای دیگه. این سازمان فضایی به طور کلی دارن سرمایه گذاری زیادی در این زمینه انجام میدن و در رقابت و همکاری با همدیگه واقعا تسخیر بیشتر فضا و یافته های بنیادین از جهان خارج و زمان و مکان رو برای ما فراهم میکنن و در آینده موفقیت های بیشتری هم از اون چیزی که در 100 سال گذشته داشتن به نظر من خواهند داشت. خود ایده زمان و مکان و زمان مکان هم واقعا در حال افول قدرت داره توانایی و مقبولیت بیشتری در دنیا پیدا میکنه. از سال 1915 که اینشتین نظریه نسبیت عام رو مطرح کرد که زمان و مکان واقعا این دوتا ایده به فرمانروایی بیبدیل خودشون شروع کردن و تا به امروز این فرمانروایی رو ادامه پیدا دادن، یواش یواش دانش داره وارد مرزهای جدیدی میشه. در حقیقت فرض وجود منفعل زمان و فضا مبنای تمام دستاوردهای تا به امروز فیزیک بوده. منظور من از این مسئله اینه که ما تا به امروز فکر میکردیم که زمان و فضا یک حقیقت غیر قابل انکاره، یک موجودیتی داره که به هیچ وجه لازم به توضیح و لازم به مطالعه نداره و بقیه پدیده ها باید در درون زمان و فضا توضیح داده بشن. یه دانشمندی به اسم ادینگتون در 1919 یه مشاهده‌ای کرد که خمیدگی نور در اطراف اجسام سنگین بود، اجسام سماوی. این مشاهده واقعا شروع کرد نظریه بنیادی نبودن فضا و زمان رو.
که در با وجودی که در قرن گذشته زیاد در میون مردم عادی واقعا رواجی پیدا نکرد، این بنیادی نبودن پدیده زمان و فضا، ولی در علم فیزیک یک انقلابی رو شروع کرد. تمام تجربیات ما اگه شما بهش فکر کنین محصول زمان و فضا هستن. مثلا شما غم از دست دادن عزیزی در گذشته شما رو به این خاطر این غم در شما وجود میاد که به این مختوم بودن در گذشته آن عزیز واقعا شما مجبورین و دیگه هیچ کاری هم فکر کنین در موردش نمیشه کرد. این تفکر، این فکر، این واقعیت در ذهن ما به خاطر غیر قابل انکار بودن حقیقت زمانه. ولی در جهانی که فضا و زمان بنیادی نباشن، انسان‌ها به تصورات و در نهایت امکانات و تفکرات و فرهنگ‌های جدید دست پیدا می‌کنند. نظریه کوانتومی ماده در 1926 زمان و مکان رو واقعا وارد یه بازی جدیدی کرد که در انتها مدل استاندارد فیزیک ذره‌ای رو ساخت که با موفقیت کنش و واکنش‌های الکترومغناطیس، هسته ضعیف و هسته قوی رو به وجود آوردن و ذرات زیر هسته جدید رو کشف کردن. از این راه، از راه توضیح دادن 3 تا نیرو از 4 تا نیرویی که ما تا به حال شناختیم که الکترومغناطیس و هسته ضعیف و هسته قوی هستن، تونستیم ما یه سری کشفای جدیدی از قبیل ذرات جدیدی بکنیم و این موفقیت بزرگی برای فیزیک ذرات بنیادی بود. ولی جمع این 3 نیرو با اون یکی نیروی چهارمی، نیروی گرانش یا گراویتی، این کار مونده برای 100 سال آینده، شاید هم برای چند 10 سال آینده، اونقدر طول نکشه. نکته جالب کشف اینشتین و پودولسکی روزن در سال 1935 بود که بر طبق نظر کوانتیک، اندازه‌گیری حالت کوانتومی یک ذره میتونه حالت ذره دیگری رو که از اون فاصله داره و ممکنه فاصلهش خیلی زیاد باشه تغییر بده. این پدیده رو در فیزیک بهش میگن کوانتوم انتنگلمنت و زمینه ساز واقعا پایان حکروایی پدیده زمان و فضا شد. در 100 سال آینده واقعا تغییراتی که دانشمندان جدیدی، این نسل جدیدی از دانشمند، نسل که با اون نسل قدیمی هم رابطه دارن، به واسطه نسل قدیمی واقعا تربیت شدن. دیوید گروس که برنده جایزه نوبل شد و شاگردانش، ادوارد ویتن و یکی از ایرانیان، فیزیکدانان ایرانی خیلی برجسته در این زمینه، نیما ارکانی حامد، واقعا این ایده، این ایده رو به ایده پایان حکرانی زمان و فضا رو به مرحله بعدی خواهند برد و شاید به ما نشان بدن که زمان و مکان یک توهمن. شاید واقعا انتنگلمنت زمینه نهاییه که و هستی بر اون اساسه. زمینه نهایی هستی واقعا انتنگلمنته و فضا و زمان ساخته انتنگلمنتن. خب این ایده هایی هست که فقط چند تا ایده هست که در آینده نزدیک به نظر من یک تحولی، انقلابی هم در زندگی ما و هم در تفکر ما و هم در تجربیات ما، در احساس خوشبختی ما، در احساس غم ما، به طور کلی در موجودیت انسانی و ماهیت زندگی انسانی ایجاد خواهند. بسیار عالی و شگفت انگیز جناب کنگلوی عزیز. این پرسش پیش میاد که دانش انسان جامعه جهانی را به کجا خواهد برد؟ کشورهای پیشرفته دانش پیشرفته دارن. واقعا ما پیشرفتگی رو بر اساس دانش میگیم. پیشرفتگی واقعا هیچ زمینه دیگه نداره. دانش در زمینهای مختلف به کشورها متمایز کرده، به کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه. کشورهای دانش پیشرفته یکی از مشخصاتی که دارن، اگه مشاهده کنین، مثلا میشه دربارش فکر کرد، از رشد جمعیت کمتری برخوردارن، ولی رشد جمعیت در کشور، در سایر کشورها همچنان به سرعت ادامه داره. از این رو واقعا رشد جمعیت رو در 2 قاره، در آسیا و آفریقا می‌بینیم که آهنگ بیشتری داره تا رشد جمعیت در کشورهای دیگه. آسیا و آفریقا قاره‌های تقریباً 4-5 میلیاردی خواهند شد. در حال شدن هستن. در حالی که آمریکای شمالی و اروپا و آمریکای جنوبی قاره‌های 500 میلیونی باقی خواهند ماند در 100 سال آینده به نظر من. به خاطر همون دلیلی که گفتیم، رابطه پیشرفت و رشد جمعیت.
تفاوت جمعیت کشورهای مختلف و میل به مصرف در کشورهای پیشرفته به نظر من باعث انتقال دانش و تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه در آسیا و آفریقا خواهد شد. این پدیده رو ما داریم مشاهده میکنیم و در ظرف 30-40 سال گذشته مشاهده کردیم که در چین و هندوستان و چند تا کشور دیگه مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، مثل مالزی این اتفاق افتاده و اینا واقعا انتقال دانش و تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به این کشورها بوده که ناگهان باعث جهش تکنولوژیک و بالا بردن سطح کیفیت زندگی مردم شده. خب همین امر ما مشاهده کردیم که مشکل محیط زیست رو پیچیده کرده و در 100 سال آینده پیچیده تر هم خواهد کرد. بنابراین نیاز به همکاری بین کشورهای مختلف برای حل مسائل مشترک، حل مشکلات مشترک، تفکرات و مدل‌های حکومتی سیاسی رو هم در جهان به اشتراک خواهد گذاشت. چین به نظر من در 100 سال آینده مجبور تا با تضاد بین مدل سیاسی و اقتصادی خودش واقعا یه تمهیدی درست بکنه، این تضاد رو حل بکنه. الان چین از نظر سیاسی یک کشور دیکتاتوریه ولی از نظر اقتصادی با بازار آزاد داره کار میکنه. این تضاد رو باید براش تمهیدی پیدا بکنه. مدل دیگه یک کشور دیگه میلیاردی یعنی هندوستان که هم از تاریخ دموکراسی برخورداره و هم قدرت جمعیت تحصیل کرده آشنا به زبان انگلیسی رو داره، به نظر من در 100 سال آینده رقابت بین چین و هندوستان رو خیلی پررنگ‌تر می‌کنه، مخصوصا به خاطر اینکه این دو تا کشور همسایه هم دیگه هستن و یک رقابت تاریخی هم با هم دیگه دارن. رشد دانش در این دو کشور به سرعت باعث رقابت بر سر بازارهای محدود اقتصادی باقی مونده‌ای که هنوز فتح نشدن به نظر من خواهد شد. جهان اسلام که بسیار از دانش دور افتاده و در تارنکبوت بنیادگرایی دست و پنجه در میکنه، به نظر من یه جایزه بزرگ رقابت این دو تا ابرقدرت در آینده خواهد بود. امکان اصلاح اسلام و ادغام کشورهای اسلامی در اقتصاد دنیای 100 سال آینده به نظر من تابلوی زیبایی رو حداقل در ذهن من از آینده ترسیم میکنه. در این میون دانش به نظر من نقش میانجی و ناجی این دنیا رو بازی خواهد کرد. امکان کنش و واکنش بین دانشمندان ملیت‌های مختلف و آمیزش فرهنگی ناشی از اون به نظر من به تسریع بیشتر پروژه اصلاحات در کشورهای غیر دموکراتیک کمک شایانی خواهد رسوند. به نظر من اختلاط بین ایرانی‌های خارج از کشور ما داریم می‌بینیم و که با مردم بومی اون کشورها کنش و واکنشی که انجام میدن یه نسل جدیدی از ایرانیان رو ایجاد کرده که در ایران 100 سال آینده به نظر من نقش بسیار حیاتی بازی خواهند کرد. ایران میتونه از فرهنگ دانش دوست خودش و پیش قراولیش در بسیاری از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی استفاده کنه و نقش پل پیروزی رو به نظر من برای دو ابرقدرت دنیای 100 سال آینده بازی کنه. در این مورد میشه گفت که دانش میتونه جنبه‌های مثبت جامعه جهانی رو در 100 سال آینده تقویت بکنه و جنبه‌های منفی اون رو هم کمتر بکنه و هم از اون دوری بکنه که جهان 100 سال آینده جهانی باشه بسیار بهتر از جهان 100 سال گذشته. جناب کنگلو، آیا می توانید جهان سال 2100 را ترسیم کنید؟ بله، جهان سال 2100 یه سری تغییراتش به احتمال خیلی زیاد تغییرات شگرفش تغییرات زیست محیطی خواهد بود. بر اساس اون چیزی که در پاسخ به پرسش پیشین شما گفتم، میشه گفت که همینطور گفتم تحولات زیست محیطی ناشی از فعالیت بشری در دو قرن گذشته تحولات اقلیمی رو ایجاد کرده که شاید جهان 2100 شبیه این عکسی که شما پشت سر من میبینین باشه که تو این عکس واقعا یه تغییرات زیادی مخصوصا در مورد پیشرفت دریاها و دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها می‌بینیم. مثلا بعضی از کشورها ممکنه مقدار زیادی از سرزمین‌های خودشون رو زیر آب ببینن و شهرهای بزرگ دنیا ممکنه زیر آب برن. مثلا یک دریاچه‌ها و دریاهای بزرگی مثلا دریاچه مازندران ممکنه همینطوری که شما پشت سر من می‌بینین اینجا ممکنه خیلی بیشتر رشد بده بکنه و بزرگتر از اون چیزی که امروز هست بشه. به احتمال خیلی زیاد تغییرات سیاسی هم در این رابطه
اثر شگرفی خواهد داشت. پیشبینی حداقل کسانی که این نقشه رو تهیه کردن اینه که مثلا در آینده، در 100 سال آینده، مثلا شهر همدان شما ممکنه کنار خلیج فارس قرار بگیره به واسطه پیشرفت خلیج فارس. اینا بستگی به این داره که واقعا ما آیا به چه شکل این مشکلاتی که در 100 سال گذشته، در 200 سال گذشته ایجاد کردیم رو در جلوشو بگیریم و اجازه ندیم که این مشکلات واقعا تغییرات عظیم اقلیمی و زیست محیطی ایجاد بکنیم. احتمال بالا اومدن سطح آبای جهان واقعا بین 10 متر تا 100 متر توسط بسیاری از دانشمندان پیش بینی شده و اگه ما جلوی همون گفتم جلوی رشد گازهای گلخانه‌ای رو نگیریم، تغییرات بزرگی در نقشه جهان ایجاد خواهد شد که ممکنه که واقعا جهان 100 سال آینده شبیه به این عکس پشت سر من باشه، که باید واقعا انسان‌ها باید خودشون هم برای اون تغییرات آماده بکنن، هم اینی که در این حال سعی کنن جلوی اون تغییرات مضر رو بگیرن. هرچند که اثرات ناشی از گرمایش جهان بعضیاش غیر قابل بازگشتن، به خاطر اینکه ما از حالا تا 2000 هر کاری که بکنیم سطح گازهای گلخانه‌ای رو به افزایش هم ممکنه که رشد افزایششون رو ما بتونیم کنتر بکنیم، ولی جلوی افزایششون رو نمیتونیم بگیریم، برای اینکه جلوی پیشرفت اقتصادی کشورها و توسعه رو در کشورهای کمتر توسعه یافته نمیتونیم بگیریم. بنابراین همونطوری گفتم باید برای یه سری از این تغییرات حاضر باشیم، در این حال که سعی کنیم جلوی این تغییرات هم، جلوی قسمت‌های مضر این تغییرات هم بگیریم. برای مقابله با عواقب گرمایشی کره زمین ما مجبوریم کارهای جدیدی بکنیم، مجبوریم به جیو انجینیرینگ، مهندسی زمین واقعا رو بیاریم که الان تازه داره شروع میشه، ولی در آینده به نظر من یکی از رشته‌های بسیار مهم خواهد. مثلا یه تکنیکی وجود داره به اسم باروری ابرها، که یه ابرهای خاصی که بهش میگن سیروس کلاود، که یعنی ابرهای یخی در ارتفاع بسیار بالا هستند، که این ابرها نقش مهمی در جذب نور خورشید، قسمت های مختلف نور خورشید دارند، که جذب بخش فروسرخ نور خورشید اونا در مقابل بازتاب بخش های دیگه نور خورشید بالاتره، و واقعا این سیروس کلاود به خاطر نوع جذب قسمت های مختلف نور خورشید به گرم شدن زمین چیز میکنن، کمک میکنن. ما میتونیم وسیله نازک کردن این لایه ابرهای سیروس کلاود از گرمتر شدن زمین جلوگیری کنیم. این یکی از راههایی هست که در آینده به نظر من مقبولیت و واقعا نیاز زیادی بهش خواهد بود، و به خاطر همین به نظر من رشد بیشتری در تکنولوژی خواهد داشت. ما میتونیم باروری اقیانوس‌ها رو انجام بدیم برای رشد نمو به جلبک‌هایی که مکنده کربنن، و افزایش قلیایی بودن اقیانوس‌ها میتونه از فجایع ناشی از رویدادهای زیست محیطی جلوگیری کنه. اینا کارهایی هست که ما از نظر مهندسی و از نظر واقعا دانش خودمون به نوعی که میتونیم جلوی پیشرفت گرمایش زمین رو بگیریم و میتونیم انجام بدیم. و یادمون باشه که گرمایش زمین یه چیزی نیست که فقط مختص یک گروهی یا یک کشوری یا یک جامعه باشه، این درد مشترک هم است و اشتراک همه جوامع انسانی در عواقب این رویدادهای وخیم تمام دنیا در سال 2100 کشورها رو مجبور میکنه، یعنی بیشتر مجبور به همکاری میکنه، مجبور میکنه که هم با هم دیگه همکاری کنن و هم همکاریایی که حالا دارن میکنن رو بیشترش بکنن. از طرف دیگه همکاریای اجتناب ناپذیری از قبیل همکاری بین واقعا آمریکا و چین و هند که به توسعه اونها به این کشورها کمک میکنه، مدل و الگوی خوبی رو برای همکاری کشورهای جهانی فراهم خواهد کرد. به نظر من همین الان هم ما داریم میبینیم که بین سه تا اقتصاد بزرگ دنیا که امریکا و چین و هند هست، در این حال که با هم دیگه رقابت هایی هم دارن، در این حال که با هم دیگه تفاوت هایی هم دارن، به خاطر اینکه نیاز مشترکشون، به خاطر اینکه همشون واقعا در این کره زندگی میکنن و میدونن که مشکلات جهانی و گلوبال مشکلاتی هستن که در یک جای دنیا واقعا محصور نمیمونن و همه رو از اثرات منفی خودشون بی نصیب نمیذارن، همین نیاز، همین درک مشترک، درک مشکل مشترک به توسعه همکاری بین اینا انجام میده و در آینده به نظر من بیشتر خواهد انجام میده. این نیاز غلبه ایدئولوژی ها واقعا همکاری بر ایدئولوژی ها
حکومت‌ها رو کمتر به نظر من ایدئولوژی خواهد کرد و یک نوع همگرایی بین دول قدرتمند و کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهد کرد. امکان توسعه پایدار از راه دوستی تنها راه ورود به باشگاه کشورهای ثروتمند و خوشبخت بوده در گذشته و این در آینده بیشتر اینطوری خواهد بود و دنیای سال 2100 این حقیقت رو به نظر من خیلی اوریانتر نمایش خواهد داد و همین حقیقت و درک این حقیقت به نظر من به اشاعه دوستی و نیاز به همکاری بین کشورهای متفاوت دنیا خواهد انجامید و به نظر من دوران دیکتاتوری های متعصب و تنگ بینانه پایان میپذیره و رهایی بخش بزرگتری از جامعه جهانی رو به همراه خواهد داشت. بنابراین ما میبینیم که دانش ما برای حل مشکلات مشترکمون حتی به فرارسیدن دموکراسی هم کمک خواهد کرد و یک نیروی بسیار مهم و عظیم و قدرتمندی برای از بین بردن کشور حکومت‌های غیر دموکراتیک و به طور کلی تعصبات و فرهنگ‌های عقب افتاده در جهان خواهد شد. پرسش دیگر من از شما جناب کنگلوی عزیز این هست که قوی‌ترین کشورها کدام خواهند بود و ایران در کجای جهان خواهد ایستاد؟ به طور کلی قدرت کشورها بر اساس قابلیت اونا در شناسایی ثروت‌ها و منابع متناسب با ویژگی‌های دنیای 100 سال آینده تعریف میشه. این در گذشته هم همینطوری بوده. به طور کلی وجود حکومت‌هایی که از تمام پتانسیل‌های جامعهشون هم آگاهن و هم قابلیت تبدیل اون پتانسیل‌ها رو به ثروت و تعامل با دنیای خارج داشتن و داشته باشن یه عامل حیاتی و تعیین کننده در تعیین جایگاه کشورها در مدارهای مختلف قدرت هم بوده و هم خواهد بود. بر این مبنا در 100 سال آینده کشورهای هندوستان، چین، نیجریه، اندونزی به نظر من به جرگه کشورهای بالای جهان خواهند پیوست و در صورت استفاده بهینه از منابع انسانیشون چون از جمعیت بالایی برخوردارن که خود اون جمعیت یکی از منابع بسیار با ارزشه، اونا رو از امتیازات ویژه تولید و توسعه برخوردار میکنه. در این حال قدرت‌های قرن 20 هم به خاطر برخورداری از تکنولوژی برتر از امتیازات تولید با راندمان بالا و برخورداری از دارایی مالکیت معنوی واقعا برخوردار خواهند بود. تکنولوژی‌های مانند مثلا مولکولار اسمبلی که میشه به فارسی ترجمهش کرد به مونتاژ مولکولی که قابلیت سوار هم کردن مولکول‌های مختلف و ساختن هر نوع جسمی رو از مولکول‌های ابتدایی سازنده اونا خواهند داشت. اینا واقعا توانایی است که در کشورهای بسیار پیشرفته وجود خواهد داشت که مثلا شما فکر کنید که برای اینکه شما بخواید قهوه بخورین باید قهوه درست بکنین بعد قهوه رو توی فنجان قهوه بریزین تا بتونین قهوه بخورین، ولی ما به وسیله همین مونتاژ مولکولی میتونیم یه فنجون قهوه رو هم فنجونش رو هم قهوهش رو در این حال درست بکنیم توی ماشین و این قابلیت ساختن یه فنجان پر از قهوه در ظرف چند دقیقه واقعا برای انسان امروزی دور از ذهنه، ولی تکنولوژیش ما داریم. این روش های فوق پیشرفته به کشورهای دارای تکنولوژی برای تکنولوژی بالا یه دست برتری میده، یه دست بالایی میده تا بتونن عدم دارایی امتیاز جمعیت خودشون جبران کنن. بنابراین می‌بینی که کشورها از دو تا امتیاز برخوردارن. کشورهایی که در قرن 20 و 19 توسعه پیدا کردن و پیشرفت کردن از امتیاز تکنولوژی برتر برخوردارن و یه دیگه کشوری هم از امتیازات دیگه مثل امتیاز جمعیت. و ما دیدیم که امتیاز جمعیت و در چین و هندوستان تونست که اونا رو وارد مدار کشورهای جهان اول بکنه. این تکنولوژی که من گفتم مولکولار اسمبلی میتونه جهان رو وارد مرحله فراوانی فزاینده بکنه. یعنی ما همواره در حال مثلا در دنیا نگرانیم که مثلا کمبود برنج، کمبود مواد غذایی، کمبود محصولات تکنولوژیک حتی وجود داشته باشه، از کمبود مثلا rare earth material، موادی که لازم هست مثلا اینکه صفحه های
کامپیوتر تلویزیون ها و نمایشگرای کامپیوتر رو بسازن، همواره در حال نگرانی از کم بودن مواد غذایی و دیگه مواد محصولاتی که مورد مصرف انسان ها قرار می گیره هستیم. ولی این تکنولوژی میتونه واقعا نه تنها کمبود رو از بین ببره، بلکه یک فراوانی و یک نعمت زیادی از مورد مسائل در مورد مسائلی که در گذشته از کمبود در رنج میبریم بکنه. حتی چیزایی همونطوری گفتم از قبیل اشیا و غذایی که امروز حتی امکان و تصورش هم وجود نداره برای ما که بدونیم مثلا چه نوع غذاهایی رو میشه ساخت، به آسانی به وسیله مثلا مونتاژ مولکولی ساخته خواهد شد. اینا برتریایی هست که کشورهای پیشرفته دارن. بنابراین کشورهای قدرتمند آینده ماهیت این تکنولوژی‌ها رو که واقعا لازم به ساختن زیرساخت‌های آموزشی، اقتصادی، صنعتی، مثلا زیست محیطی و انسانی پیچیده‌ای داره که در کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه واقعا اسیر تفکرات و فرهنگ‌های منحط و منسوخ شدن، به سهولت به این تکنولوژی‌ها راه پیدا نخواهند کرد. و کشورهایی که تونستن این مسائل رو حل کنن، مسائل تعصبات فرهنگیشون و مسائل حکومت‌های دموکراتیکشون و مسائل معضلات اجتماعی رو حل بکنن و از این طریق واقعا رهایی ایجاد بکنن برای نیروی انسانشون و به این تکنولوژی‌های پیشرفته دسترسی پیدا کنن و یک زمینه امن و آرامی برای شهروندانشون برای تبدیل مهارت پتانسیلشون به مهارت تبدیل بکنن، اونا از اون برتری برخوردارن که تکنولوژی‌هایی رو در دست دارن و دانشی دارن که دانش واقعا همواره تغذیه می‌کنه تکنولوژی رو، که بتونن واقعا همواره در باشگاه کشورهای پرقدرت دنیا باقی بمونن. ولی این باشگاه منحصر به فرد نخواهد بود و اعضای جدیدی رو در خودش خواهد پذیرفت. همونطوری گفتم اون کشورهایی که هند و چین و نیجریه بزرگترین پرجمعیت‌ترین کشور آفریقاست که در 100 سال آینده ممکنه جمعیتش مثلا به 500 میلیون برسه، و اندونزی یک کشور دیگه پرقدرته که اگر بتونه دموکراسی واقعا خوبی رو در کشورش برقرار بکنه، میتونه هم از ثروتش و هم از دموکراسیش و هم از منابع انسانیش استفاده بکنه و به باشگاه کشورهای پیشرفته دنیا برسه. یکی دیگه از این تکنولوژی‌ها که در کشور پیشرفته 100 سال آینده توسعه خواهد یافت، به نظر من ارتباط ذهن با ذهنه، بدون نیاز به ارتباط کلامی، شنیداری یا بینایی. ترکیب پیشرفت‌های ارتباط و علوم انسانی، علوم عصبی واقعا انسان رو دارای قابلیت‌های عجیبی کرده، قابلیت مثلا تلپاتیک خواهد کرد. این در یک نوع خیلی بدویش این تکنولوژی و این قابلیت الان داره توی آزمایشگاه‌های دنیا داره استفاده میشه. قابلیت ارتباط ذهن انسان‌ها رو میتونه به همدیگه نزدیک‌تر هم بکنه و به نظر من اخلاقیات جامعه رو دگرگون کنه. شما فکر کنید که من و شما در حالی که هر کدومون در یک قاره هستیم، برای اینی که با هم دیگه رابطه برقرار کنیم با از وسایل مختلفی استفاده میکنیم. یکی از اون وسایل مثلا خود قابلیت این هست که از ذهن شما مثلا سیگنال ها علائم تبدیل به گفتار بشه، این گفتار به وسیله یک میکروفون تبدیل به امواج الکترومغناطیس بشه، این امواج الکترومغناطیس توسط کامپیوتر شما فرستاده بشه به یک مرکزی، اون مرکز اونو از طریق مثلا سیم های زیرزمینی یا ماهواره ها به آمریکا بفرسته، همینطور به همین ترتیب. انواع و اقسام این تبدیلگرها وجود دارن تا ما بتونیم رابطه برقرار کنیم. در نهایت رابطه که بین من و شما برقرار میشه، رابطه که بین من و شما و بینندگان شما برقرار میشه، رابطه ذهنیه، ولی از طریق کلام و دیدار و شنیدار داره انجام میشه. در آینده قابلیت اینی که ذهن بدون استفاده از کلام و گفتار و دیدار بتونه واقعا ماهیت و محتوای ذهن از یک ذهن به یک ذهن دیگه منتقل بشه ایجاد خواهد شد. به نظر من این تکنولوژی شبکه‌های بزرگی رو مثل واقعا همینطوری که شبکه نتورک اینترنت در دنیا ایجاد شده، شبکه ذهنی درست کنه و این شبکه ذهنی میتونه از طریق کار کردن اعضایش با هم دیگه شبکه اینترنت ذهنی هم بوده گفتن بسازه و در نهایت به این تکنولوژی اگر واقعا درست انجام بشه و توسعه پیدا کنه، میتونه به اضمحلال پدیده فرد منجر بشه و فناوری ساخت وجدان جمعی رو فراهم بکنه. این تکنولوژی همونطوری گفتم در حال حاضر در شروع تکوینشه و
یک آزمایشگاهی در سال 2014 واقعا ارتباط ذهن با ذهن رو از فاصله چندین صد مایل فراهم کردن و کشورهایی که ثروت کافی برای توسعه و رشد این تکنولوژی دارن در آینده از قدرت برتری در تعامل با دیگران به نظر من برخوردار خواهند بود. این کشور مثلا کشورهای مثل آمریکا، آلمان، ژاپن از جمله این کشورها به نظر من خواهند بود و این نوع تکنولوژی‌ها را در آینده بسیار نزدیک دارا خواهند بود و در رقابت قدرت واقعا از این دارایی این تکنولوژی‌ها برای حفظ جایگاه بالای خودشون استفاده خواهند کرد. به نظر من در صورتی که ایران به سرعت در ظرف چند سال آینده یک دموکراسی پایا به وجود بیاره، به لحاظ دارندگی جمعیت تحصیل کرده و فرهنگ دانشپرست ما ایرانیا، قابلیت پیوستن به باشگاه 20 کشور پرقدرت جهان رو خواهد داشت. از طرفی منابع سرشار انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران و انرژی‌های تجدیدناپذیر، حتی انرژی فسیلی هم، به طور کلی ایران یک کشور بسیار ثروتمندی از هر نظر است، در منابع زیرزمینی، منابع انسانی، و همین این واقعا جایگاه طبیعی کشور ما رو تعیین میکنه که ما بتونیم با استفاده از سرمایه‌های انسانیمون، با استفاده از موقعیت جغرافیایی و تاریخ ملی و رابطه فرهنگی عمیق و مورد احترامی که برای تمامی همسایگانمون و هم ما برای اونا و هم اونا برای ما دارن، وسایل تأسیس یک ابرقدرت دموکراتیک و محبوب منطقه‌ای رو فراهم بکنیم و حتی ورود ایران رو به باشگاه 10 کشور بالای دنیا در ظرف 100 سال آینده فراهم بکنیم. جنبه‌های دیگه وجود داره که من زیاد درباره‌اش صحبت نمی‌کنم، مثلا هنر و ورزش هم که از فاکتورهای تعیین کننده دیگه برای رسوندن ایران به جایگاه درخور خودش میتونه در ظرف 100 سال آینده باشه. بسیار عالی جناب کنگلو. اوریان شدن ذهن‌ها بین انسان‌ها فکر می‌کنم که تحول شگفت انگیزی باشه و در روی اخلاقیات انسان ها هم تأثیر بسیار بزرگی ایجاد بشه، چون دیگه در اون صورت چیزی پنهان نمیمانه. پرسش دیگر من این هستش که آیا پیشرفت های علمی انسان ها رو خوشبخت‌تر خواهد کرد؟ به نظر من حتما همینطوره. در هیچ زمانی، اگه شما فکرش بکنید، در هیچ زمانی در تاریخ بشر این تعداد انسان مرفه که برخوردار از همه امکانات رفاهی، از خدمات پزشکی گرفته تفریحی، آموزشی برخوردار باشن وجود نداشته. علم جدید موانع زیادی رو بین انسان و طبیعت از میون برداشته و همینطور که آگاهی انسان‌ها رو بر جهان اطرافش افزایش میده، در خدمت تکنولوژی که در امروز به کار ما میاد و توسعه تکنولوژی‌هایی که به طور روزافزون رفاه و خوشحالی رو برای انسان‌ها به ارمغان میاره، هم قرار گرفته و هم در آینده بیشتر قرار خواهد گرفت. پیشرفت‌های علمی واقعا موانع سلامتی انسان‌ها رو برطرف کرده تا مقدار زیادی و در آینده بیشتر برطرف خواهد کرد و کیفیت یک زندگی طولانی رو برای اونا واقعا به وجود آورده هم و کیفیت زندگیشون رو ارتقا داده از طریق هم زندگی و هم مرغوبیت زندگی، طول زندگی و مرغوبیت زندگی. زندگی در کشورهایی که دارای دانش از مرغوبیت بالایی دارن مرغوبیت بالایی داره. هر چی که دانش مرغوبیتش بالاتر باشه، سطحش بالاتر باشه، کیفیت زندگی بالاتره، مرغوب‌تره. انسان‌های آزاد در ارتباط آزادانه و داوطلبانه به ارتقای قابلیت‌های انسانیشون از روابط اجتماعی می‌پردازن و واقعا از وسایل پیشرفته زندگیشون برای زندگی، برای تولید و ایجاد زندگی پربال و خوشحال استفاده می‌کنن. علوم اجتماعی به گسترش اجتماعات دموکراتیک و فهم بهینه از ارتباط جوامع مختلف واقعا کمک شایانی کرده و بیشتر هم به نظر من کمک خواهد کرد. بنابراین علوم اجتماعی یک قسمت از دانش نوین هست که در آینده ارتقای بیشتری خواهد داشت و سهم مهمتری هم در جوامع خواهد داشت، برای اینکه هر چی که تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه، انسان‌ها بیشتر نیاز دارن که همدیگر رو بشناسن و مشکلات اجتماعیشون رو بیشتر برطرف بکنن به نفع جامعه مؤثرتری ایجاد کردن. مکانیزم به هم بافتن افراد در درون جوامع
هرچه بیشتر به وسیله پیشگامان فکری جوامع پیشرفته شناخته شده و به این وسیله به انسان‌ها کمک می‌کنه، که به نظر من در ساخت جوامع خوشبخت از دانش انباشته در همه جهان استفاده می‌کنن. همینطوری که می‌بینیم که در کشورهای پیشرفته این امر واقعاً اتفاق افتاده. علم ارتباطات بیگانگی انسان‌های جوامع مختلف رو کم کرده و موانع روانی و ذهنی ناشی از ناگاهی‌هایی که به دشمنی بین جوامع مختلف می‌انجامه رو از بین برده در کشورهای پیشرفته و در آینده بیشتر از بین خواهد بود در بیانی که در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته که توسعه بیشتر اونا همراه با مقبولیت پیدا کردن و توانمندتر شدن علم جامعه شناسی خواهد بود. درک همه انسان‌ها از قابلیت‌های دانش و تشریک مساعی اون در فراهم آوردن زندگی بهتر و خوشحال‌تر اونها اونا رو به اهمیت تعامل با جهانیان واخواهد داشت، که به نظر من یک عنصر مؤثری برای از بین بردن و اسقاط رژیم‌های غیر دموکراتیک خواهد بود. این امر رو ما داریم در حال حاضر در اجماع جهانی که بر علیه کشورهای غیر دموکراتیک و در از اون طرف همدردی جهانی که با میل روزافزون مردم اون کشورهای غیر دموکراتیک دارن رو ما میتونیم مشاهده بکنیم. در آینده دانش بیشتر افراد جامع رو ما میتونیم ببینیم که بالاتر میره و این دانش این افراد این جامعه رو توانمندتر خواهد کرد و به وسیله توانمندتر شدن میل به رهایی در اونها رو بیشتر میکنه و از طریق فراهم آوردن الگوهای آزادی که اونها میتونن به راحتی از طریق وسایل ارتباط جمعی ببیننش، اون میل به زندگی بهتر، به زندگی شبیه زندگی‌های پیشرفته‌تر در اونها بیشتر میشه و این میل به انرژی تبدیل میشه و انرژی و قابلیت تغییر این جوامع رو بیشتر میکنه. دانش به نظر من در چندین جنبه همونطوری گفتیم به فراهم آوردن انسان‌ها و جوامع خوشبخت یاری میرسونه و دسترسی به اونا رو واقعا تسهیل میکنه. بسیار عالی جناب کنگلو. پرسش بعدی من، آیا می توانیم بر این اساس بگوییم که جهان به سوی ساخت جامعه ایدئال و بشر کامل پیش می رود؟ بفرم. بله، قطعا جهانی که امروز در اون زندگی می کنیم بر گذشته بشر ارجحیت داره. من فکر نمی کنم که هیچ کسی در این مورد هیچ تفاوتی با هم دیگه تضادی داشته باشیم در مورد این مسئله، اختلافی داشته باشیم در مورد این حقیقت. عمده این برتری جوامع مدرن بر جوامع قدیمی از تأکید بر دانش و کمک به اشاعه اون در جهان ناشی شده. حرکت 2000 سال گذشته جوامع مسلماً یه پیکانی رو ساخته که به طرف بهتر شدن و تکامل تدریجی داره میره. خود این یک نمایی رو، یک تابلوی رو از آینده در مقابل ذهن ما ترسیم میکنه. ظهور قدرت‌های نوین همونطوری که در یک نیم ساعت گذشته گفتیم به اشاعه آزادی و رفاه بیشتر در آینده کمک میکنه و این روند به طرف به نظر من جامعه ایدئال در حرکته. انسان‌های عضو جوامع پیشرفته مسلماً بشر متعالی رو در آینده ترسیم خواهند کرد. حس همدردی و میل به کمک رسانی به هم نوع واقعا در جوامع مرفه بیشتره. کارهای خیریه در جوامع مرفه بسیار بسیار زیادتره. یعنی انسانهایی که در جوامع آزاد زندگی میکنن انسانهای بهتری هستن، انسانهایی هستن که حتی با انسانهایی که خارج از جوامع، انسانهایی که اونا رو نمیشناسن، انسانهایی که با اونا فرهنگ مشترک، زبان مشترک و مذهب مشترک ندارن هم حس همدردی بسیار زیادی دارن و بعضی وقتا به حکومت‌هاشون فشار وارد می‌کنن که به کمک کشورهای دیگه بیان، از قبیل همین مهاجرت‌هایی که می‌بینیم در دنیا انجام میشه به وسیله مردمی که از کشورهای جنگ زده و فقر زده و قحطی زده فرار می‌کنن. به نظر من دستیابی به دانش‌های بنیادین از قبیل منشأ هستی و منشأ مشترک انسان‌ها به پیوستگی و فشردگی صفوف انسان‌ها در جامعه جهانی آینده خواهد انجامید. فاکتورهای جداساز مثل مذهب و وابستگی‌های قبیله‌ای بیشتر افشا و بی اثر و بی مورد خواهد شد در جهان آینده و از این طریق به نظر من همه
انسانها رو بیشتر به مبدع مشترکشون وصل میکنه و پیوند میده. ایدئال‌های جامعه و ایدئال‌های فرد به نظر من در آینده همخوانی بیشتری پیدا میکنن، برای اینکه همگی بر اساس دانش و جنبه‌های آگاهی رسانی دانش بنا خواهند شد. انسان کامل به عنوان موجودی که قابلیت آگاهی بر خود و محیط زندگی خودش داشته باشه و از این دانش برای برقراری هماهنگی و هارمونی بین موجودات و طبیعت استفاده بکنه، هر روز به نظر من در آینده امکان شکل‌گیری بیشتری پیدا خواهد کرد در سراسر دنیا. جنبه‌های ظاهری تفاوت بین انسان‌ها که مبانی اصلی تفرقه و جداسازی بین انسان‌ها بودن، بیشتر بی‌مورد و بی‌محل برای اعراب میشن و مبانی مشترک ورای امور ظاهری کاربری به نظر من بیشتری پیدا خواهند کرد و باعث کامل‌تر شدن انسان‌ها میشن. بنابراین در جواب به این سوال شما که آیا ما بر اساس پیشبینی هامون، بر اساس این سلسله سخنرانی هایی که تا حالا داشتیم، سلسله گفتگوهایی که داشتیم و مشخصا بر اساس گفتارمون در امروز، آیا میتونیم بگیم که جهان به سوی جامعه ایدئال و به سوی ساختن بشر کامل میره؟ به نظر من جواب هر دو تا سوال مثبته و این جواب تنها یک پیشبینی صرف نیست، بلکه بر اساس الگوهایی که در 2000 سال پیش، در 2000 سال گذشته ما اختراعش کردیم از دنیا و میتونیم همین الگوها رو توقع داشته باشیم در آینده ادامه بدن به کاربرد خودشون و از این طریق جامعه ایدئال و بشر کامل بسازن. بسیار عالی جناب کنگلو، سپاس از حضورتان در برنامه. جهت اطلاع به بینندگان نازنین این برنامه علمی و جالب باید بگویم که کم کم به پایان این برنامه داریم میرسیم. آخرین شماره این برنامه را هفته آینده با عنوان پایان جهان هستی، که پایان برنامه ذات هستی نیست خواهد بود، به اتمام میرسانیم و این برنامه به پایان خودش در هفته آینده خواهد رسید. اما مژده میدهم که حتما در برنامه دیگر تحت عنوان دیگری با جناب کنگلو آغاز دیگر خواهیم داشت و برنامه دیگری از این دانشمند برجسته کشورمان خواهیم داشت. و شما عزیزان می توانید تمام شماره های برنامه ذات هستی را از سایت تلویزیون الوند یا کانال یوتیوب الوند دانلود کنید و از این گنجینه به واقع با ارزش برخوردار شوید و گنجینه در واقع برای خودتان در آرشیو داشته باشید. شاد و پیروز باشید. به اتفاق جناب کنگلو با شما بدرود میگویم تا درود دیگر و سخن دیگر با جناب پروفسور الله‌یار کنگلو. روز روزگار به شما و تمام بینندگانتون خوش.